سفر دو خواننده معروف آمریکایی به کوبا کاخ سفید را هم به واکنش واداشته. سخنگوی کاخ سفید گفته باراک اوباما از سفر بیانسه و جیزی به هاوانا بیخبر بوده. آنها که از حامیان باراک اوباما هستند هفته پیش برای جشن سالگرد ازدواج به این جزیره رفتند، اما بعضی نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره گفتند این سفر ممکن است نقض تحریم‌های آمریکا به حساب بیاید. جزئیات بیشتر از بهمن کلباسی در نیویورک. دو ستاره پرآوازه موسیقی آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا. اگر بیانسه و همسرش جیزی برای سالگرد ازدواجشان به دنبال مسافرتی آرام و بی سر و صدا بودند، مقصد اشتباهی را انتخاب کردند. کوبایی های کنجکاو که به ندرت میزبان آمریکایی ها هستند، سایه به سایه این دو چهره شناخته شده موسیقی را دنبال کردند. هیاهویی که به کوبا محدود نشد. چند نماینده جمهوری خواه کنگره به محض انتشار این تصاویر در نامه‌های اعتراضی خواستار توضیح بیانسه و جیزی در مورد سفرشان شدند. به موجب تحریم‌های نیم قرن گذشته واشنگتن علیه هاوانا، سفر آمریکایی‌ها به کوبا مگر در موارد خاص ممنوع است و نقض آن می‌تواند به جریمه‌های سنگین و حتی زندان منجر شود. اداره مسئول صدور مجوز این سفرها در واکنش گفت بیانسه و جیزی برای این سفر اجازه گرفته بوده. مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه ایالت فلوریدا اما بلافاصله از دولت آمریکا خواست توضیح دهد که چرا برای این سفر تفریحی مجوز صادر شده. همه اینها در آخر صدای جیزی را درآورد. او در یک آهنگ رپ به اسم نامه سرگشاده نمایندگان معترض کنگره را سیاستمداران دروغگو خواند و گفت عاشق کوبا و کوبایی هاست و بیدی نیست که با این بادها بلند. سخن از گفتگو با اوباما در این آهنگ سخنگوی کاخ سفید را هم وارد ماجرا کرد. نه رئیس جمهوری و نه هیچ کس در کاخ سفید در مورد سفر جیزی و بیانسه با اونها صحبت نکرده. اداره‌ای در وزارت خزانه داری مجوز این سفرها رو صادر میکنه. این فقط یه آهنگه و لزوماً واقعی نیست. سفری جنجالی که این زوج خواننده را در برابر سیاستمداران جمهوری خواه قرار داد و بحث کاهش محدودیت‌های سفر آمریکایی‌ها به کوبا را دوباره زنده کرد. بهمن کلباسی، بی بی سی، نیویورک.